اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم خوب آنونی کن آشقان نهج البلاغه امام علی علیه السلام امروز میخوایم بر شما حکمت پنجم از های ارزشمند نهج البلاغه را به خانم و معنا کنم حکمت پنجم این است العلم و وراثتون کریمه والآداب و حلل و مجدده والفکر و مرآتون صافیه دانش میراث گرانبها آداب زیورهای همیشه تازه و اندیشه آینه شفاف است جمله اول العلم و وراثتون کریمه دانش میراسی گرانبها ها و ارزشمنده حضرت علی علیه السلام تأکید میکنه بر ارزشمندی دانش که انسان دنبال علم باشه دنبال دانش باشه وراثت یا میراث چیزی که به انسان به ارث میرسه چیزی که بر انسان به, به،, به, انسان میرسه و انسان اون رو میگیره و ازش حفاظت میکنه و نگهداری میکنه همچنان که پول و ثروت ممکن از دیگر از دیگران به انسان برسه از پدرش از مادرش از کسانی که قبل از او بودن از دنیا رفتن و به او به یادگار گذاشتن علم و دانش هم بره انسان به یادگار میمونه بره دنبالش کسب کنه و یاد بگیره دنبال میراث های دنیایی نباشه که از اینا به دست بیاره اینا یک روز هست یک روز نیست تازه نیاز به محافظت داره اما علم و دانش چیزیه که انسان حفظ میکنه به انسان شخصیت میده اصلا شخصیت انسان خوب میکنه رشد میده این روح انسان بزرگ میکنه آدم دانشمند آدم بزرگیه آدمی که علم و دانش داره دنیا رو قسم دیگری میبینه پس دنبال علم و دنبال دانش باشیم ول آداب و حلل و مجدده جمله دوم حضرت علی علیه علیهاصلات السلام در این حکمته آداب یعنی ادب های اخلاقی و شرعی و دینی روش برخورد که آدم در برخورد با دیگران چه ادبی داشته باشه چه روشی داشته باشه مثلا احترام را رعایت بکنه با نیکی و خوبی و قشنگی با دیگران صحبت بکنه و حرف بزنه و روش و برخورد خوب و شایسته ای داشته باشه مهمانی هایش چه قسمی باشه مجلس هایش چه قسمی باشه رفتن های چه گونه باشه اینها زیور انسان هست حالا ممکنه بعضیا یک های خوب داشته باشند اما در رفتارهای ظاهری که با دیگران دارن خیلی به فکر نباشن در پوشیدن لباسشون در نحوه برخوردشان با دیگران اینا اینا زیور ندارن اینا زینت ندارن اما کسی که ادب داره در واقع مزین به زینت هست که میفرماین آداب اینه که انسان زینت داره و او زینت هم زینت های مجدده است یعنی زینت های همیشه تازه میدانید که زیورالات تا چند روز تا چند وقت تا چند سال ممکنه برای انسان زیبا باشه مقبول باشه قشنگ باشه دلپذیر باشه ولی بعد از مدتی مودش میره و بعد باید یک مدل دیگه آدم استفاده کنه لباس ها رو دیدین دیگه بعضی روزا یک لباس گشاد موده بعضی روزا لباس های تنگ موده بعضی روزا لباس های کوتاه بعضی روزا لباس های بلند مود میره اما ادب یک چیزی هست که هیچ وقت از مود نمیره انسان با ادب همیشه این ادبش زینت اوست و یک زینت تازه و دلپسند هست و جمله سوم حضرت علی علیه, علیه و السلام اینه که والفکر و مرآت و صافیه فکر اندیشه مرآت یعنی آینه صافیه شفاف فکر و اندیشه یک آینه شفافی برای انسان هست انسان وقتی که اهل فکر باشه اهل اندیشه باشه این فکر و اندیشه باعث میشه که انسان یک چیزی داشته باشه آینه شفافی در اختیار داشته باشه که این آینه شفاف حقائق را برش نشان بده پس انسان باید اهل فکر باشه و اهل اندیشه باشه این سخنان حضرت علی علیه السلام است انشالله که همه ما و شما اهل کسب علم باشیم اهل به دست آوردن آداب باشیم خود را معدب به آداب کنیم و اهل فکر و اندیشه باشیم و سلام علیکم و رحمت الله